تیتر اول امشب اعلام رسمی جنگ علیه اسرائیل از سوی حوثی‌های یمن نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی. نبرد سنگین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در روز 25 جنگ روی زمین. همزمان واکنش‌ها در آمریکا به تأثیر ایران در جنگ حماس با اسرائیل. فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در بیروت امواج مدیا میگه مأموریت قاآنی هماهنگی رویارویی گسترده‌تر احتمالی با اسرائیل، اما حرف آخر رو حسن نصرالله میزنه. همزمان دیدار امیر عبداللهیان در قطر برای دومین بار در دو هفته اخیر با رهبر سیاسی حماس. آیا جمهوری اسلامی از بیرون گود به دنبال برافروختن آتش در منطقه است؟ تشدید نگرانی‌ها از بحران انسانی و وضعیت غیرنظامیان در غزه. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد فاجعه بهداشت عمومی در این منطقه قریب الوقوعه. و ادامه فشار بر سینماگران زن در ایران. پس از اعلام جرم دادستانی تهران علیه 7 هنرمند، هنگام قاضیانی، هانیه توسلی و مژگان اینالو احضار شدند. به تیتر اول خوش آمدید. وقت شما بخیر. ساعتی پیش حوثی‌های یمن گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی رسما علیه اسرائیل اعلام جنگ کردند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای گفته تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل شلیک کرده و این عملیات رو تا پایان آنچه به گفته او تهاجم اسرائیل ادامه میده. پیشتر ارتش اسرائیل خبر از فعال شدن سیستم پدافند هوایی پیکان برای مقابله با موشک‌های شلیک شده از فراز دریای سرخ رو داده بود. همزمان رسانه‌ها از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در بیروت خبر دادند. به گفته امواج میدیا مأموریت اسماعیل قاآنی هماهنگی رویارویی گسترده‌تر احتمالی با اسرائیل، اما تصمیم نهایی به عهده حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. امیر عبداللهیان هم برای بار دوم در دو هفته گذشته به قطر سفر کرد و اونجا با اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس دیدار داشت. این در حالیه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی در منطقه نداره. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و آرش علایی از کنگره آمریکا. اول می‌ریم به تل آویو، جایی که بابک اونجا با ما همراه شده. بابک، خبر فوری که داریم اینه که ارتش اسرائیل اعلام کرده دو سرباز جوانش در نبرد با حماس کشته شدن. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از آنچه در اتفاق می‌افته؟ در حال حاضر آژیر خطر ثانیه ای پیش در اینجا در تل آویو پایان گرفت. نیو، شما فکر کنم که حماس هم به برنامه تیتر اول نگاه میکنه. این چندمین باری ازش که درست در زمانی که تیتر اول شروع میشه حماس هم به تل آویو موشک پرتاب میکنه. در هر حال در حال حاضر خبری از اینکه این موشک ها به زمین اصابت کرده و یا نه نداریم. من چندین بار صدای گنبد آهنی را به وضوح اینجا شنیدم که به سوی موشک ها شلیک شد. دنبال خواهیم کرد ببینیم که این موشک ها به کجا افتاده. اما همچنان که گفتی، امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که اولین سربازان کشته شده در خاک غزه دو سرباز 20 ساله هستند که از گردان های کماندوی ارتش اسرائیل هستند که در داخل خاک غزه کشته شدند. پیش از این هم سخنگوی ارتش و هم رئیس ستاد ملی ارتش اعلام کرده بودند که نبردهای بسیار سنگین و خونینی در شمال غزه ادامه داره. اونها حتی گفته بودند که این نوع نبردها نرخی هم بالاخره خواهد داشت. در حال حاضر نام دو تن از این سربازها اعلام شده. گزارش‌های زد و نقیزی از آنچه که در غزه می‌گذره به گوش میرسه. تلاش می‌کنیم که ما تنها خبرهای را به شما بدهیم که مطمئن هستیم که پشت اون منابع رسمی وجود دارن. در هر حال همچنان جنگ به شدت در داخل غزه
ادامه داره. از نقشه ای که به دست ما رسیده نشان میدهد که ارتش اسرائیل تلاش میکند که شمال نوار غزه را از جنوب نوار غزه کاملا جدا بکنه. ارتش در حال پیشروی در میانه نوار غزه هستش و همچنین در شمال نوار غزه، و این محاصره میتواند که کاملا تسلط و فشار را بر حماس بیشتر و بیشتر بکند. دو هدف اینجا میتونه داشته باشه، یکی برای اینکه فشار به حماس بیاد و گروگان‌ها را آزاد بکنه، و فشار بعدی این هستش که شاید بتونن که در شمال غزه کاملا نیروهای حماس را نابود کنن. امروز سخنگوی ارتش از کشته شدن بسیاری از افراد نظامی حماس در داخل غزه خبر داد. ممنونم از توضیحات بابک. اما بریم به کنگره آمریکا. ارتش اینجا در ایالات متحده واکنش‌های ادامه داشته به جنگ اسرائیل و حماس. امروز مشخصا هم در دولت هم در کنگره مسئله تاثیر ایران و حمایت ایران از حماس هم مطرح بود. بله، الان در حالی که ما داریم این گزارش رو میدیم هنوز جلسه داره برگزار میشه، در حال برگزاری است در کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا که وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن و وزیر دفاع لوید آستین در اون دارن شهادت میدن و مورد پرسش سناتورها قرار میگیرند. این یک بودجه 106 میلیارد دلاری اضافی است که دولت بایدن درخواست کرده است برای اینکه بخواد کمک‌های دفاعی به اسرائیل، اوکراین، تایوان و مرزهای جنوبی آمریکا برسونه، همه اینها رو به هم گره بزنه. با این حال امروز در سوالات سناتورها نیوشا معلوم بود که بعضی از بخش‌های دیگر بودجه اصلا به هیچ کدوم از این بسته‌ها هم ربط ندارد. به نظر میاد دولت بایدن هر اون چیزی که تو این چند وقته احساس می‌کرده بودجه‌شو نمی‌گیره رو کرده یک بسته و به سنا ارائه داده است. بخش‌های از این کمیته امروز در مورد جمهوری اسلامی بود. آقای آنتونی بلینکن و آقای لوید آستین هر دوتا راجع به حملاتی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میدن، حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی از حماس انجام میده، حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی از روسیه انجام میده، پهپادهایی که میفرسته، از اون ساختار دو دولت فلسطینی اسرائیلی حمایت نمیکنه، سعی میکنه از بین ببرتش، تمام اینها صحبت کردن. اما اون قسمت هایی که کاملا روی ایران متمرکز بودن، سناتور لینزی گرام از حزب جمهوری خواه سوالات پشت سر همی پرسید از آقای لوید آستین وزیر دفاع راجع به اینکه اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در عراق و سوریه و این کار نیروهای نیابتی ایران باشه چه تبعاتی خواهد داشت. پشت سر هم ازشون سوال میکرد آیا حاضری جنگ رو ببرید به داخل خاک ایران یا نه، و وزرای خارجه و دفاع هم سعی کردن فعلا تا حالا به جواب بدن به سوالات سناتورها. سپاسگزارم از تو همکارم مرش علایی از کنگره و بابک اسحاقی دیگر همکارم از تل آویو با ما. پوشش ویژه روز 25 جنگ اسرائیل و حماس را از تیتر اول تماشا می‌کنید. ارتش اسرائیل اعلام کرده امروز از سیستم پدافندی پیکان برای سرنگون کردن موشکی که از فراز دریای سرخ شلیک شده بود استفاده کرده. این دومین بار در تاریخ که اسرائیل از این سیستم استفاده می‌کنه. حوثی‌های یمن که ساعتی پیش به طور رسمی اعلام کردند با اسرائیل وارد جنگ شدن، مسئولیت این شلیک‌ها رو پذیرفتند. این خبر پس از این منتشر میشه که به گفته ارتش اسرائیل جت‌های جنگی این کشور دو پهپاد رو ساقط کردن. ارتش اسرائیل گفته این موشک و پهپادها شهر ایلات در جنوب این کشور رو هدف گرفته بودن و توسط حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از یمن پرتاب شدن. حوثی‌های یمن مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفتن. همزمان با حضور ارتش اسرائیل که در غزه است، امروز هم راکت‌های حماس به سوی خاک اسرائیل پرتاب شدن و گزارش از برخورد اونها با واحدهای مسکونی منتشر شده. شاید مهمترین موفقیت عملیات زمینی ارتش اسرائیل تا اینجا آزادسازی یکی از گروگان‌ها در عملیات بوده. سرباز وظیفه 19 ساله‌ای که از پایگاه نهال عز اینجا در نزدیکی نوار غزه روبوده شده بود. ارتش اسرائیل اطلاعاتی از چگونگی آزادسازیش منتشر نکرده، اما احتمالاً او تنها در مکانی نگهداری می‌شده چون سربازان دیگری هم از این پایگاه روبوده شدند. به گزارش ناظران حاضر در غزه
غزه تانک‌های ارتش اسرائیل دیروز دوشنبه در این مناطق مشاهده شد، در منطقه زیتون و منطقه شجاعیه. می‌بینید که خیابان صلاح الدین از وسط این دو منطقه عبور می‌کنه. ارتش اسرائیل درگیری با نیروهای حماس رو تایید کرد. شبکه‌های اجتماعی شاخه نظامی حماس هم ویدئویی منتشر کردند که طی اون نیروهای حماس از تونل بیرون میان و به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک می‌کنند. یا رب بسم الله. حالا که ارتش اسرائیل در غزه حضور داره، یکی از اهداف مهم اونها تخریب تونل هاست. یکی از راه های از بین بردن شبکه زیرزمینی حماس بمباران هوایی با بمب های سنگر شکنه که پیشتر روش کارشون رو توضیح داده بودیم. این بمب ها میتونن از لایه های سخت عبور کنن و بعد منفجر میشن. اما راه دیگه برای مسدود کردن تونل های حماس استفاده از بمب های اسفنجی. بمب های اسفنجی انفجار ناگهانی کف ایجاد میکنن، کفی که به سرعت منبسط و بعد سخت میشه. بمب های اسفنجی حاوی دو در یک کیسه پلاستیکی بزرگن که با یک میله فلزی از هم جدا شدن. قبل از پرتاب شدن بمب میله رو بیرون میکشن و این باعث مخلوط شدن ترکیبات میشه. مایع به فوم تبدیل و به سرعت منبسط میشه. در واقع با پر شدن معبر تونل شکاف امنیتی پر میشه و سربازان حماس نمیتونن از پشت سر سربازان اسرائیلی بیرون بیان و به اونها حمله کنن. ارتش اسرائیل استفاده از این بمب‌ها رو تایید نکرده، اما استفاده از اونها در مانورهای نظامی اسرائیل دیده شده. با تخریب تونل‌ها و حرکت‌های احتمالی بعدی ارتش اسرائیل، منطقه شمالی غزه و غزه به طور کامل از هوا و دریا و حتی زیر زمین و زمین محصور خواهد شد. هرچند این بدون در نظر گرفتن تهدیدها از سوی گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران، خصوصاً حزب‌الله لبنان، که اگر وارد جنگی گسترده بشه معادلات به طور کلی تغییر خواهد کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهرها. آقای ندیمی، استراتژی که ارتش اسرائیل داره استفاده می‌کنه در این مراحل الان دقیقاً چیه؟ چون خیلی اطلاعات جزئی و به هم ریخته‌ای به نوعی ازش منتشر می‌کنه. بله، به نظر میرسه که اسرائیل داره سعی میکنه که با سرعت آهسته ولی مطمئن در داخل مناطق مختلف شمال غزه نفوذ بکنه. از سمت مرکز یک محور نفوذی داره، از سمت شمال شرق منطقه بیت هنون و همینطور از سمت شمال غرب از مناطق ساحلی به منطقه الکرامه در شمال غزه نفوذ کرده. به نظر میرسه که دارن سعی میکنن که یک نوع محاصره کامل شهر غزه رو به اجرا در بیارن و اول به طور کامل منطقه احاطه‌ای رو پاکسازی بکنن، منطقه باز رو پاکسازی بکنن، جاهایی که تانک ها میتونن تحرک راحت‌تری داشته باشن و عکس ماهواره نشون میده که تا عمق شمال غزه نفوذ کردن و تونستن مراکز تجمع به وجود بیارن. تعداد بیشماری خودروهای زرهی تانک مستقر شده و در کنارش پشتیبانی هوایی نیروی هوایی اسرائیل هم خیلی شدید وجود داره. و پس از اینکه به این مرحله رو به طور کامل تونستن انجام بدن و غزه رو به طور کامل محاصره بکنن و تونل های نفوذی رو شناسایی و نابود بکنن، بعد من فکر میکنم که سعی خواهند کرد که از چند جناح وارد مرکز شهر غزه بشن که اون سخت ترین مرحله خواهد بود و هدف نهایی هم به نظر میرسه که رسیدن به بیمارستان الشفا باشه که اسرائیل اعلام کرده یکی از مرکز کنترل فرماندهی اصلی حماس زیر اون قرار داره. آقای ندیمی، حماس داره چه میکنه؟ خب میدونیم دست بالا رو روی زمین میتونه حماس داشته باشه، با توجه به شناختی که از تونل ها داره. سالها منتظر بودن، برنامه ریزی کرده بودن برای حمله احتمالی اسرائیل. خب طبیعتا حماس نیروهایی که تونسته نگه داره و در مقابل بمباران ها جون سالم به در بردن، در امکاناتی که هنوز وجود داره مثل تونل ها
و همطور اون تعداد بیشماری از آواری که در شهر غزه هست و اون آوار میتونن همچنان استفاده بکنن از به عنوان مرکز دیدبانی و تکتیر اندازه اونجا مستقر بشن، همطور موشک اندازه زده تانک اونجا مستقر بکنن، بعد کمین بذارن آماده بشن تا منتظر بشن تا اسرائیلیا وارد غزه بشن. اسرائیلیا خب طبیعتاً اینو میدونم، با سعی میکنم با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، انواع ریز درون ها، هواپیماهای بدون سرنشین خیلی ریزی کوچکی که میتونن همه سوراخ ها رو وارد بشن و سعی بکنن جلوی غافلگیر شدن رو بگیرن. تلاشی که اسرائیلیا خواهند کرد این بود که تا جای ممکن جلوی غافلگیر شدن رو بگیرن، چون حماسی ها سعی میکنن که تلفات بگیرن و هر چقدر این تلفات بیشتر بتونن از اسرائیل بگیرن فشار روی اسرائیل هم بیشتر خواهد شد. بنابراین یک رقابتی بر سر غافلگیر کردن و غافلگیر نشدن وجود خواهد داشت. اسرائیل هم از طرف دیگه سعی میکنه که ابتکار عمل رو از حماسی ها بگیره، از جهت های مختلفی که انتظار ندارن حماسی ها وارد بشن، و با وجود احاطه اطلاعاتی که اسرائیل داره طبیعتاً تا یه حد زیادی موفق خواهد شد که بسیاری از این کمین های حماس رو بتونه پیدا بکنه و همینطور تونل ها رو پیدا بکنه، ولی در نهایت با توجه به خطر وجود گروگان ها در داخل این تونل ها من فکر میکنم در نهایت موجود لازم خواهد بود که سربازها داخل این تونل ها بشن و این خیلی جنگو در زیر سطح غزه سخت و پرتلفات خواهد کرد. آقای ندیمی، چالش جدی میتونه باشه اعلام جنگ حوثی ها علیه اسرائیل برای این کشور؟ من فکر نمی‌کنم به طور رسمی اعلام جنگ کردن، ولی خب بیانیه نظامی که صادر کردن که ما در سه مورد داریم موشک صادر کردیم به شلیک کردیم به اسرائیل، به نوعی غیر مستقیم اعلام جنگ هستش. میتونه مهم باشه از این نظر که به هر حال این موشک‌هایی هستن که برای رسیدن به اسرائیل طراحی شدن، موشک‌های بالستیک طوفان و سرجنگی قوی دارن، ولی خب اسرائیل توان مقابله با اونا رو داره و مسلما نیروی دریایی آمریکا هم بهشون کمک خواهد کرد. در شرایط فعلی خیر، ولی ممکن در آینده تهدیدی محسوب بشه. فعلا خیر. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما. همزمان با ادامه درگیرها بین حماس و اسرائیل، امواج میدیا به نقل از منابع آگاه مدعی شده فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان، به نوشته این وبسایت، اسماعیل قانی روی کمک به هماهنگی‌ها برای رویارویی گسترده‌تر احتمالی با اسرائیل متمرکز. بر اساس این گزارش، قانی یک روز بعد از حمله حماس به اسرائیل وارد بیروت شده، 24 مهر لبنان را ترک کرده و 28 مهر به این کشور برگشته. او پس از بازگشت با رهبران گروه‌های فلسطینی و حزب الله دیدار و پیام خامنه‌ای رو به اونها ابلاغ کرده. همزمان با توجه به احتمال حضور حزب الله در جنگ با اسرائیل، یک منبع ارشد امنیتی به امواج میدیا گفته شخصی که حرف آخر رو در این باره میزنه حسن نصرالله. حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما همراه میشه. آقای آشور، اینا رو اگه بذاریم کنار ویدیوهایی که اخیراً از حسن نصرالله در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که بسیاری تعبیر میکنن ممکنه یک جور اعلام آمادگی برای وارد شدن به این جنگ باشه، چه تصویری بهمون میده؟ چقدر فکر میکنین که قراره که پای حزب الله به این نبرد باز شه؟ با توجه به اینکه همه اینها در واقع شوکه شده بودن، یعنی خود اسرائیلی ها، ایرانی ها و دیگران شوکه شدن وقتی که حماس حمله کرد، کسی فکر نمیکرد که اینها این قدرت رو دارن و کسی فکر نمیکرد که اینها این حمله رو بدون هماهنگی با رهبران سیاسیشون در قطر انجام بدن. برای وقتی این حمله اتفاق افتاد، هیچ کسی برنامه ریزی نکرده بود که بعد از این چه کار بکنه، از جمله خود ایران، از جمله خود حزب الله. برای این تصمیم نهایی برای اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کار خواهند کرد، اینها گرفته نشده. همونطور که برای خود اسرائیل تصمیم نهایی که چی کار خواهند کرد با غزه یا بعد از جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد رو نگرفتن و صحبت‌هایی که مثلا اسرائیل میکنه غیر واقعی هستش. آمریکایی‌ها در جلوی رسانه‌ها حرفی میزنن، پشت رسانه‌ها، در واقع پشت درهای بسته ما میشنویم صحبت‌های دیگری با اسرائیلی‌ها میکنن. در مورد ایران هم همینطور هستش، در واقع حزب الله هم همینطور هستش. به نظر میاد که هیچ کس نمی‌دونه که اتفاق بعدی چه خواهد بود، هیچ کس برنامه‌ریزی نکرده.
از جمله حزب الله احتمالاً بررسی نکرده. اما صحبتی این که ایران تصمیم گیرنده نهایی نیست بلکه حزب الله خودشون تصمیم میگیرن، این فکر میکنم درست باشه و در واقع فقط نشان دهنده این حیرانی رهبران در ایران هستش که هنوز تصمیمی نگرفتن، برابر این در این مرحله این رو میخوان گردن حسن نصرالله بندازن که ما اگر دست ما بود ما ممکنه حمله کنیم مثلا، و این تصمیم خامنه ای نیست که تا اینجای کار حمله ای از شمال علیه اسرائیل انجام نشده. این حرفی هستش که حداقل جمهوری اسلامی میخواد در این مقطع این رو به در واقع رسانه ها برسونه. اما در دراز مدت احتمالا اگر قراره که جنگی از شمال اتفاق بیفته و از اونجا حمله ای به اسرائیل بشه، تصمیم نهاییش احتمالا در ایران گرفته خواهد شد. چرا؟ چون بخاطر اینکه این شوکه نخواهد بود، در واقع فرصت کافی خواهند داشت ایرانی ها برای این برنامه ریزی بکنن و هماهنگ بکنن با نیروهای نیابتیشون، حالا چه حزب الله چه دیگران، که مثلا الان لازم هست که حمله ای انجام بشه. و ببین در این مقطع به نظر میاد که فقط برای تبلیغات باشه که ما تصمیم دست ما نیستش و به خاطر همین هم هستش که مثلا حمله ای از شما انجام نشده. حسن آشور ترکیه مسئله خاورمیانه از بوستون، سپاسگزارم از شما. اما خبر فوری داریم. رویترز به نقل از منابع امنیتی سابق و فعلی اردن نوشته این کشور به دلیل نگرانی از گسترش جنگ و حضور جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در درگیری با اسرائیل، از آمریکا درخواست کرده که سیستم‌های دفاعی پیشرفته تری در اختیار این کشور قرار بده. خبری بود که دقایق پیش منتشر شد. اما حسین امیر عبداللهیان امروز در سفر به قطر با امیر این کشور و همینطور نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر گفته با ادامه حمله های اسرائیل عکس العمل ها افزایش پیدا میکنه و دامنه درگیری ها در منطقه بیشتر میشه. خبرگزاری فارس نوشته یکی از اهداف این سفر مسئله تبادل گروگان های حماس و زندانیان فلسطینی در اسرائیل. وبسایت اکسیس گزارش داده پیش از امیر عبداللهیان رئیس موساد در دوحه بوده تا با مقام های قطری درباره مسئله گروگان ها مذاکره کنه. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود جمهوری اسلامی از حماس درباره آزادی برخی غیر نظامیان که شهروند اسرائیل نیستند قول مثبت گرفته. همکارم مراد ویسی از واشنگتن با ما همراه میشه. مراد، جمهوری اسلامی الان در این مقطع رفتارش از یک طرف بگونه‌ای که به نظر میرسه نمیخواد تنش‌ها ادامه پیدا کنه، حتی بحث واسطه‌گری و میانجیگری برای گروگان‌ها رو به میان میکشه، از طرف دیگه قاآنی رو میبینیم که در لبنان هشدارهایی درباره گشوده شدن جبهه‌های جدید میدن، میخواد بدون اینکه خودش درگیر گود باشه آتش رو در منطقه افروخته تر کنه، یا نه واقعا نمیخواد درگیری از این بیشتر بشه؟ جمهوری اسلامی داره مجموعی از رفتارها رو انجام میده. قبل از هر چیز دنبال آتش بسه که حماس رو از این ضربه سنگینی که میتونه به نابودی حماس منجر بشه نجات بده، ولی چون آتش بس در دسترس نیست، نتانیاهو دیروز گفت الان زمان جنگه و ما می جنگیم، جمهوری اسلامی به مجموعی از اقدامات نظامی و سیاسی روی آورده. به لحاظ نظامی به حزب الله در لبنان، کتایب حزب الله در عراق و حوثی ها در یمن دستور داده شما شروع کنید به حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در خود اسرائیل، در شمال اسرائیل با حزب الله، در سوریه، در عراق و از طرف حوثی‌ها به طرف ایلات در جنوب اسرائیل. میخواد با این عملیات نظامی نشون بده که اگر شما عملیات علیه حماس رو ادامه بدید، من درجه حمله به آمریکا و اسرائیل رو میبرم بالا. این به لحاظ نظامی که خود قاآنی هم در بیروت، یعنی نزدیکترین جا به اسرائیل، حضور پیدا کرده و در اتاق عملیات با حزب الله گفته میشه حضور داره، که البته داره کپی سازی میکنه کاری رو که قاسم سلیمانی در سال 2006 با عماد مغنی انجام داد. به لحاظ سیاسی هم قطر الان به جمهوری اسلامی برای تماس با حماس، اسرائیل و آمریکا نیاز نداره. قطر خودش با این سه تا تماس مستقیم داره. قطر حماس داره با جمهوری اسلامی برای که کانال ایجاد کنه بین ایران و آمریکا، در شرایطی که درگیری ها بین دو طرف رو به افزایشه و در شرایطی که ناو هاپمابر آیزنهاور داره وارد خلیج فارس میشه که ممکنه ایران و آمریکا رو وارد رویارویی کنه و حتی برای قطری هم خطرناک باشه. قطر همچنین به جمهوری اسلامی نیاز داره برای تماس بین اسرائیل و حزب الله
و از طرف دیگه قطری ها دنبال این هستن با مجموع اینها قدرت دیپلماسی خودشون رو نشون بدن، چون همزمان دارن با آمریکا مذاکره میکنن، با اسرائیل دیوید بارنیا رفته اونجا، رهبران حماس اونجان و جمهوری اسلامی اونجا رفته و مثل همیشه یک بازیگری پیدا شده که از کارت ایران در غیاب روابط مستقیم ایران و آمریکا استفاده بکنه. مراد، اما هشدار خیلی میدادن پیش از حمله زمینی اسرائیل که اگر این حمله انجام بشه خط قرمز ما رد شده، اما متناسب با حمله زمینی اقدامی انجام ندادن، این رو چطور میشه دید؟ به نظرم مرحله بندی کرده، یعنی منتظرن که اگر آتش بس نشود ببینن اگر حماس خودش به تنهایی دوام آورد در مقابل اسرائیل، حزب الله و حوثی ها و کتائب حزب الله عراق در همین حد وارد میشن. اگر نه، خطر حزب حماس جدیتر باشه، هم به حوثی ها هم به حزب الله میگه مرحله جدیتری وارد جنگ میشن، ممکنه اسرائیل با راکت پراکنی های بیشتر حزب الله، با موشک پراکنی بیشتر حزب الله و حوثی ها روبرو شه، و در مرحله سومه که اگر حزب الله و حماس نتونن از پس اسرائیل بر بیان، که احتمالاً آمریکا هم به کمکش خواهد اومد اگر حزب الله وارد جنگ میشه، اون مرحله است که جمهوری اسلامی احتمالاً خودش به مسئله ورود مستقیم به جنگ فکر خواهد کرد، چون ممکنه در اثر شکست در این جنگ بود و نبود و حکومت به خطر بیفته. بنابراین تو این مرحله تلاش میکنه از طریق تهدید حزب الله لبنان، حزب الله عراق و حوثی ها تهدید در مقابل تهدید بکنه. در مرحله بعد هم خودش وارد نخواهد شد، اگر لازم باشه حزب الله رو به نظرم وارد خواهد کرد. سپاسگزارم از شما مراد ویسی، همکارم از واشنگتن با ما. اما پوشش ویژه تیتر اول رو تماشا میکنید از جنگ اسرائیل و حماس. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فردا چهارشنبه رو در شمال کرانه باختری روز خشم علیه اسرائیل نامیده. دلیل این کار حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبلیاس که تا الان بر اساس گزارش های تایید نشده باعث کشته شدن دست کم 47 نفر شده. اما رئیس FBI گفته با ادامه جنگ اسرائیل و حماس و احتمال گسترش درگیری ها، احتمال حمله های سایبری از طرف هکر های جمهوری اسلامی و گروه های هکری به ساختارهای حیاتی ایالات متحده و هدف قرار دادن مسئولان و شهروندان آمریکایی بیشتر شده. نیویورک تایمز هم در گزارشی به افزایش توانایی نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی پرداخته. این روزنامه بر اساس تحقیقات شرکت چک پوینت نوشته در ماه‌های اخیر هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله در تلاش بودند تا دوربین‌های مداربسته، به ویژه دوربین‌های مداربسته غیردولتی در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان رو هک بکنند. همراه میشیم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، در عصر حاضر می‌دونیم که هر جنگی که داره اتفاق می‌افته یک جنگ سایبری هم در جریان، در این نبرد حضور سایبری ها و جنگ جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ ما وقتی در مورد فعالیت های سایبری صحبت میکنیم که ایران در اون نقش داره، ما در مورد مثلث ایران، چین و روسیه داریم حرف میزنیم. بسیاری از حملات سایبری که منتسب به ایران هست توسط همپیمانانش انجام میشه و خب خود اونها در واقع خیلی نقشی ندارن. وقتی ما امنیت سایبری ایران رو بررسی میکنیم، از بین 176 کشور رتبه 133 رو داره در واقع در قعر جدول، و این نشون میده که اون ارتش سایبری که ایران داره به هر حال وظیفه دفاع که نداره. در بحث حمله های سایبری هم که بیشتر علاقمند هستن که وبسایت های بیمارستان ها یا سایت های NGO ها رو دیتاشون رو بدوزن، یعنی بیشتر به دیتای حریم خصوصی افراد علاقمند هستن. حالا ترسی که در این گزارش هست این هستش که گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران وارد این مثلث بشن و با کمک حالا جمهوری اسلامی و چین و روسیه بتونن اطلاعات مثلا جامعه یهودیان در آمریکا یا در اروپا رو، اطلاعات اون افراد رو داشته باشن و از طریق اون مثلا بتونن حرکات تروریستی انجام بدن، که خب این ترس بزرگی هست، مخصوصا با حالا پیشرفت‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی بوده. خب اینها وقتی که به اون اطلاعات دسترسی دارن میتونن خب خیلی راحت‌تر افراد رو به هم مرتبط بکنن، محل کار افراد رو پیدا بکنن و متأسفانه ممکن هستش که به این منجر بشه. ولی فراموش نکنیم که به هر حال در تمام حوزه‌های فناوری اطلاعات این تکنولوژی از غرب و آمریکا وارد ایران میشه و به هر حال ایران مصرف کننده اون هست. سحر تحویلی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از استکهلم، سپاسگزارم از شما.
در حالی که ارتش اسرائیل در حال پیشروی در نوار غزه است، شهروند خبرنگاران ساکن غزه و فعالان اجتماعی با انتشار ویدیوهای مختلف در اینستاگرام باعث توجه جهانی به جنگ در این باریکه شدن. یکی از مشهورترین اونا بیسان اوده، برنامه ساز ویدیویی. او قبل از جنگ برای جوانان برنامه می ساخت و فعالیت‌های خیریه و اجتماعی انجام میداد، اما الان تمام وقتش رو به پوشش جنگ در غزه اختصاص داده و پست‌هاش میلیون‌ها بار بازدید کننده داره. با او درباره وضعیت غزه گفتگو کردیم. خبرنگاری در غزه در شرایط جنگی کار سختیه، چون شما به اینترنت، برق و اتصال به شبکه موبایل و سایر فناوری‌های لازم نیاز دارین، ولی ما این چیزا رو نداریم. اغلب اوقات اینترنت و شبکه موبایل ما قطعه. روز شنبه هم که به طور کامل قطع شد. نتیجه این میشه که ما نمیتونیم کار خودمون رو انجام بدیم و جنایت‌های جنگی که اسرائیل در اینجا مرتکب میشه رو ثبت کنیم. شاید برای همه سخته و برای زنان و کودکان سخت‌تره که آواره شدن. غذا و آب خیلی کمه و کمبود وسایل بهداشتی مورد نیاز زنان هم کاملا چشمگیره. همینطور دارو و امکانات درمانی و حتی حموم و دستشویی. خیلی ها مجبورن فقط از یک دستشویی استفاده کنن. آبی که ما برای شستشو یا شستن لباسامون استفاده میکنیم آب تصفیه نشده است، اما در اغلب اوقات آبی که مجبور به خوردنش میشیم آب سالم نیست و باعث بیماری میشه، به خصوص توی بچه ها. اسرائیل بدون هدف همه جا رو بمبارون میکنه و برای همین تعداد زیادی روزنامه نگار که همیشه توی خیابون هستن در این مدت کشته شدن. حتی اونایی هم که جلیقه و کلاه مخصوص خبرنگاری دارن هدف قرار گرفتن و کشته شدن، چون روزنامه نگاران توی غزه دارن به دنیا نشون میدن که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته و حقایق رو میگن و گفتمان موجود درباره فلسطینی ها و غزه ای ها و چهره ای که از اونا نشون داده شده رو توی این جنگ عوض میکنن. با ادامه جنگ اسرائیل و حماس و گسترش حمله اسرائیل در غزه، نگرانی‌ها از وضعیت غیر نظامیان در این باریکه بیشتر شده. گزارش‌ها از ادامه کمبود غذا، آب و سوخت در غزه حکایت داره و در حالی که شمار زخمی‌ها رو به افزایش بوده، بیمارستان‌ها با کمبود دارو و برق مواجهن. صدها هزار نفر مجبور به ترک خونه‌هاشون شدن و آوارند. امروز سازمان بهداشت جهانی بروز فاجعه بهداشت عمومی در غزه رو قریب الوقوع توصیف کرده. همکارم طناز خامه از سدرات در جنوب اسرائیل با ما همراه میشه. طناز، دقیقاً چه میدونیم از وضعیت کسانی که در نوار غزه هستن، از غیر نظامی ها؟ متاسفانه من صدای طناز میفته، اما ما اینجا الان میشنویم. طناز ادامه بده. نیوشا، اگر صدای من رو میشنوی، من در جایی هستم که بسیاری از خبرگزاری ها به این نقطه اومدن تا نشون بدن و به تصویر بکشن آنچه را که اتفاق میفته. اما ما غیر از تبادل آتش که با ارتش روسیه و نیروهای حماس هست و از دور داریم میبینیم و راکت پراکنی های حماس و بمباران، چیز دیگه ای نمیبینیم و فکر میکنم شهروند خبرنگارا در نوار غزه هستن که به خوبی به تصویر میکشن این روزها و شبهای تاریک. و پشت سر من دقیقاً غزه است. الان میبینیم که غزه به طور کل در تاریکی فرو رفته. همونطور که خودت گفتی، ساعتی پیش ما شاهد دود غلیظی در آسمان غزه بودیم و فکر میکنم به خاطر بمباران اردوگاه پناهندگان جبلیه بود، جایی که میدونیم بسیاری از پناهندگانی که اونجا بودن کشته شدن. تقریبا نزدیک به 50 نفر حداقل تا الان گزارش شده و تعدادی زخمی که شرایط بسیار سختی دارن. بیمارستان ها پر هستن. صلیب سرخ داره تلاش میکنه که تا بیماران رو از زیر آوار در بیاره و اونها رو به بیمارستان ببره. البته بیمارستان هایی که جا ندارن و به نظر میرسه که باید اونها به جنوب منتقل بشن. شرایط مردم غزه بسیار بحرانی است. شهروند خبرنگاران خودشون به خوبی به تصویر کشیدن و به نظر میرسه که جامعه جهانی نمیتونه پاسخگو باشه و نمیتونه در حال حاضر کاری بکنه. ممنونم از توضیحاتت. همکارم طناز خامه از سدرات در جنوب اسرائیل.
اما نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی جنگ حماس اسرائیل رو به افزایش. رئیس بانک جهانی گفته این جنگ میتونه ضربه جدی به روند توسعه اقتصادی جهانی وارد بکنه. بعضی اقتصاددان هم میگن تبعات این جنگ از همین الان هم قابل مشاهده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته علاوه بر مرگ غیر نظامیان، مواردی مثل ترک تحصیل اجباری کودکان و همچنین تاثیر بر صنعت گردشگری در کشورهای همسایه از تبعات بلندمدت جنگ حماس و اسرائیل. بانک جهانی هم هشدار داده که این جنگ میتونه قیمت نفت رو به بشکه بیش از 150 دلار افزایش بده. همراه میشیم با عباد عبادی، اقتصاددان از واشنگتن. آقای عبادی، همچنان که جهان داشت با تبعات جنگ روسیه و اوکراین دست و پنجه نرم می‌کرد، از نظر اقتصادی جنگ حماس و اسرائیل آغاز شد. این چقدر میتونه بحرانی بشه برای دیگر کشورها، برای کل جهان؟ بله، علاوه بر هزینه‌های سنگین و فاجعه انسانی که شما اشاره کردین تو گزارشاتون در خصوص جنگ بین اسرائیل و غزه، اقتصاد جهانی هم تا حدی تحت تاثیر این جنگ خواهد بود. همونطور که فرمودین، رؤسای بانک‌های جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره کردن به هزینه‌های تورمی که در خصوص این جنگ هستش و این بیشتر وابسته به افزایش هزینه‌های بشکه نفت و قیمت نفت هستش که میتونه مؤثر از این جنگ باشه. به طور کلی تأثیری که میتونه جنگ بر اقتصاد داشته باشه ناشی از شدت و مدت این درگیری هستش و نااطمینانی که این جنگ میتونه به همراه داشته باشه، که گسترش این جنگ به کشورهای دیگه در داخل منطقه و کشورهای دیگه‌ای که میتونن درگیر این جنگ باشن، چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم، باعث میشه که این هزینه بر اقتصاد جهانی افزایش پیدا کنه. ولی به طور کلی در سطح فعلی که هستش، به علت اگه بخوایم مقایسه کنیم تاثیر کوتاه مدت جنگ بین اسرائیل و غزه رو با جنگ بین روسیه و اوکراین، این تاثیر بر اقتصاد جهانی کوچکتر هستش، به علت اینکه حجم اقتصاد روسیه بسیار بزرگتر از حجم اقتصاد اسرائیل و غزه و اوکراین هر سه تا با هم هستش و روسیه یک بازیگر مهم در عرصه بازار انرژی و بازار مواد غذایی هستش، که این عوامل برای اسرائیل و غزه در کوتاه مدت نیست، ولی در بلند مدت اگر کشورهای صادرکننده نفت داخل بشن، این باعث میشه که تحت قیمت نفت تحت تاثیر این جریان قرار بگیره و اثراتش بیشتر بشه بر اقتصاد جهانی. سپاسگزارم از شما عباد عبادی، اقتصاددان از واشنگتن با ما. اما در خبر دیگر و در ایران، هنگامه قاضیانی بازیگر سینما خبر داده که دادسرای فرهنگ و رسانه احضارش کرده. او در صفحه اینستاگرامش نوشته قراره با دو اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بره. پیشتر هانیه توسلی هم تصویر دو احضاریه مختلف قضایی رو منتشر کرده بود. توسلی هم با اتهام‌های نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام مواجهه و بابت اونها هم به دادگاه انقلاب و هم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده. دو روز پیش دادستانی تهران علیه 7 زن سینماگر و 1 فعال رسانه‌ای به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند اعلام جرم کرده بود. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، با ما همراه میشه. به این فهرست باید مژگان ایلانلو رو هم اضافه کنیم که امروز احضار شده بود. آقای مصلح، به نظر میرسه که این فشارها تمامی نداره، پس از اون اعلام جرم حالا احضارشون هم داره اتفاق میفته؟ بله، الان 2 تا مسئله است حداقل درباره خانم ها قاضیانی و توسلی. یکی موضعی که گرفتن درباره ممنوع کار شدن، که در واقع یک جوری به ریشخند گرفتن این خبر رو که اعلام شد. بعد هم مسئله جان باختن آرمیتا گراوند بود که نسبت بهش موضع گیری کردن. ممکنه که این 2 احضاریه که براشون اومده، چون برای هر دو از طرف دادگاه انقلاب و دادگاه فرهنگ و رسانه احضاریه رفته، بابت هر دو ماجرا باشه و این خودش نشون دهنده اینه که در واقع چقدر شدیدتر شده این فشاری که به بازیگران زن به خصوص میارن، به طور کلی هنرمندان در مرحله پایین‌تر سینماگران و بعد بازیگران زن. به خاطر اینکه مثلا اون 7-8 نفری که شما گفتی که احضار شدن، دادستانی اعلام کرده، من وقتی متنایی که نوشته بودن درباره در واقع آرمیتا رو میخوندم، خیلیشون به اصطلاح حالت
دلنوشته داشتن. مثلا خانم میلانی اصلا چیزی نگفته بود، گفته بود که من تسلیت میگم به ایران، یا خانم مریم بوبانی درباره خون شدن جگر والدین حرف زده بود. ببینید من فکر میکنم به این شکله که اینها انگار که این مسئولین امنیتی و قضایی به دهنشون مزه کرده، یعنی اینکه پارسال غافلگیر شدن از همراهی هنرمندان با اعتراض‌ها، تا چند ماه در یک شوکی به سر می‌بردن. وقت در واقع فقط ما بازداشت‌های موردی رو داشتیم به خاطر مسئله حجاب اجباری، ولی وارد امسال که شدیم بعد از اینکه چند تا از این بازیگران حجاب اجباری رو در اماکن عمومی کنار گذاشتن، یک دور جدیدی آغاز شد. و این دور جدید می‌دونید هر ماه شاید در این 6-7 ماه گذشته هی دور جدیدی برش اومده. مثلا مسئله ممنوع کاری رو که خیلی با فاصله شاید یک دو روز بود از در واقع مسئله آرمیتا، اصلا باورپذیر نبود، برای اینکه خب قبلا هم اعلام کرده بودن. اینکه بیان دوباره رسمی اعلام بکنن خیلی مسئله عجیبیه. به طور کلی من فکر میکنم که اینها دارن سعی میکنن که به دیگران در واقع هشدار بدن، ولی واکنشش اینجوریه که برای اولین بار دو صنف بیانیه میدن، میگن ما از مثلا وزارت ارشاد شکایت میکنیم به خاطر اینکه این خلاف قانون اساسی، این شکلی مثلا قوانین موجود، در واقع قانون اساسی و قوانین موجود. و بعد امروز هم مثلا انجمن فیلم کوتاه دوباره اومده موزه گیری کرده. مجموعه اینها رو که کنار هم قرار میدیم، اون جدالی که ما بارها دربارش حرف زدیم از زمان اعتراض های پارسال بین هنرمندان و حکومت بالا گرفته و به مرحله جدید رسیده، مدام فاز جدیدش در واقع روی صحنه میاد. و من فکر میکنم تأثیر قربانی اصلیش میشه همین سینما ایران و وضعیتی که داریم میبینیم حداقل، و تمام وعده هاشون درباره اون وضعیت عادی به باد میره. و همینطور هم میبینیم که این سینماگران زن هم البته قصد کوتاه اومدن ندارن، اونطور که دیدیم ازشون. علی مصطفی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، سپاسگزارم ازتون. همسر کیهان کلهر، نوازنده و آهنگساز سرشناس ایرانی، با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش از سرقت لوازم منزلشون خبر داده. زهره سلطان آبادی عکسی از رد پای سارق رو هم منتشر کرده. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اتفاقی که پیشتر برای داریوش مهرجویی، کارگردان سینما، و همسرش فهیده محمدی فر افتاد، از این موضوع ابراز نگرانی کردند. مهرجویی و همسرش 22 مهر در ویلای شخصیشون به قتل رسیدند. بعد از اعلام خبر قتل مهرجویی، تصویری از یک پست اینستاگرامی بازنشر شد که پیشتر وحیده محمدی فر درباره تهدید و حمله افراد ناشناس به منزلشون منتشر کرده بودند. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول، با ما همراه میشه. آقای کاظمی، زخم کشته شدن آقای مهرجویی هنوز بازه که نگرانی ها افزایش پیدا میکنه با چیزی که همسر کیهان کلهر نوشته؟ دقیقا همینطوره. خب دلایلی هم داره که به این نگرانی ها بیشتر دامن میزنه. من فکر میکنم ادبیاتی که خانم سلطان آبادی در این پست استفاده کرده و به نکاتی که اشاره کرده، پیامی رو هم به مخاطب ارائه میده. بخشی از نوشته ایشون اشاره میکنه که عطرهای زنانه و وسایلی که مربوط به زنانه دزدیده شده، و خطاب به اون فردی که وارد منزل شده، ایشون میگه که شاید زن عزیزی داری در نظرت، و یا بخشی که اشاره میکنه به وسایل دزدیده شده در رابطه با مثلا به کلاه موتورسواری یا وسایلی از این دست، و اشاره میکنه که تو شاید ورزشکاری، و در پایان میگه که در این خانه از روی مهر و دوستی به روی تو بسته نیست، منطقا انسان دزد رو به منزلش دعوت نمیکنه. من حس میکنم که ایشون پیام خاصی رو میخواستن مخابره کنن. از سوی دیگه خب همونطور که شما گفتید، همسر آقای مهرجویی خانم محمدی فر هم قبلا اشاره کرده بودن، قبل از این قتل مشکوکی که رخ داد، که خب سرقت هایی از منزلشون انجام شده که به گفته برق بسیاری جدی گرفته نشده بود از سوی مسئولینی که باید اون رو جدی میگرفتن. از طرفی دختر آقای مهرجویی مونا اشاره کرده بود، علارغم اینکه جمهوری اسلامی به ظاهر قاتل رو بازداشت و معرفی کرده، اشاره کرده بود که از نظر ما قاتل هنوز شناسایی نشده و تا شناسایی قاتلین گمان زنی نکنیم. اما اون چیزی که به زعم من فکر میکنم که بیشتر از همه چیز مایه نگرانی است،
مواضع آقای کیهان کلهر در یک سال گذشته است. ایشون در خیزش زن زندگی آزادی مواضع بسیار محکمی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. مثلا بعد از اعدام معترضین جمهوری اسلامی رو ضحاک خونخوار خوندن. خب در جمهوری اسلامی در تاریخچه‌ای که ما ازش میشناسیم در چنین مواردی حتی اگر در لحظه به برخورد اقدام نکنه اما در نهایت زهر خودش رو میگیره، انتقامش رو زهر خودش رو میریزه و انتقام خودش رو میگیره. و در موردی هم که باز باید بهش اشاره کنیم، ما خاطره قتل‌های زنجیره‌ای و پاییز 77 رو داریم. مخاطبان اون رو یادآوری کرده بودن که اگر بنا باشه هر فرد روشنفکر و فرهنگی که مخالف حکومت به این صورت حذف بشه، ممکنه که این هم در ادامه قتل مشکوک آقای مهرجویی باشه. همه این عوامل فکر میکنم که به این دامن میزنه که میتونه ادامه اون ماجرا باشه و نگرانی بجاست. بسیار سپاسگزارم از شما مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول، ما را همراهی کردن. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همینجا.